بعدش اسم بدر گذاشتن. ولی شهید دقایقی، شهید اسماعیل دقایق که اومد، اینشون سازمان بدر راه افتاده. ایشون یک سال و ده ماه با ما بوده، ولی بلندگذار سیر بدر بوده. بعدش لشکر شده. ایشون تو عملیات کربلای بنج، اولین شهید ما تو عملیات کربلای بنج ایشون بوده. ابو مهدی از فرسنگ ها دورتر عملیات را فرماندهی نمی کنه. اتاق جنگش درست پشت خاکریز خط مقدم و در داخل نفربرهای آماده رزم است. بیشتر محافظان ابو مهدی فرزندان شهدا و همرزمان سابقش هستند، جوانانی که همه ی انرژی و جانشان را برای حفظ جان ابو مهدی گذاشتند. آنها خودشان را جلوی تکتیرانداز ها سپر می کنند تا مبادا هیچ گزندی به مهندس برسند. اما اگر یکی از صدها ماشین انتحاری که بچه های مقاومت قبل از اصابت به هدف منفجر کردند به ابو مهدی نزدیک بشود، آنها فقط چند ثانیه می توانند شهادت ابو مهدی مهندس را به تأخیر بیاندازند. يا حسين ترى صار لي سنتين، هذه ما ادواني هي. اي والله بس اخوت الله ونخوت. احنا كنا رايحين على الشرقاط، قالوا تعال على الفلوجه. هسه خلص الفلوجه ورا رمضان ورا العيد، ما يخالف تطونا مجال؟ لا الله حاجي خالص، نروح ان شاء الله الشرقاط، نروح الموسم مو الشرقاط، الشرقاط سهله، ما يصير خاطرك الا طيب. ليش تبكي؟ شبكي مشتاق لأهلي، صار لي سنتين ما شايفه. سنتين شنو؟ انت هنا؟ نعم انا عسكري، اهلي محصورين بالشركة. مقام معظم رهبري بعد الجنك یک جمله خیلی عجیبی بود اون زمان. ایشون میگه بدر نقش مهمی در آینده عراق ایفا میکنه. اون کی؟ سال مثلا 70. ما اون زمان تعجب کردیم، روی دیوار بادیگان ما نوشتیم اون جمله، ولی چی نقش ایفا میکنیم؟ جنگ تمام شده، صدام توی بغداد، ما آوار هستیم. ولی امروز داره میبینیم که چی نقشی داره ایفا میکنه بدر. مهمترین فرماندهان اون هشت بدره، بدریان. ما تشکیلات داخل رو انداختیم، عملیات داخل رو انداختیم، تو هار مستقر شدیم. بعدش می امیدیم استانها با گروه های جهادی داخل عراق ارتباط برقرار کردیم، یه عملیات مختلف نوعی دیگه شروع کردیم بر علیه رژیم، مثل زدن کاخ جمهوری، مثل زدن خود عوده به سر صدام، همچین عملیاتی انجام دادیم. علیه منافقین هم توی عراق عملیات میکردید؟ بله، ما مهمترین عملیات مثلا بادیان حبیب، عملیات استشاری تو بادیان حبیب بعد از شهادت شهید سید شیرازی، که اونها گفتن که 13 نفر از اون کشته شدن، ساختمان کامل تقریبا منهدم شد. صدام اون حاکم قلدور با پشتیبانی امریکا اینجوری شده و طبق منافعشون به یک نقطه رسیدن، باید نابودش کنن. اونا عراق را آزاد نکردن اینجوریه. شما ببینید چی کرده تو عراق، چی مصیبتی تو عراق. غیر از بمب اتمی بقیه سلاح ها استفاده کردن بر علیه مردم عراق. اون عراق مثلا 11-12 سال تو محاصره چقدر مصیبت دیدیم ما. خب امریکا دشمن اصلی ماست. شاید با حجمه نظامی و عملیات های دقیق پیروزی های نسبی علیه تکفیری ها به وجود آید، اما بیشک برای ریشه‌کن شدن تکفیری ها راه حلی غیر از تعامل همه نیروها نیست. علی‌رغم مدرن شدن جامعه عراق، همچنان طوایف و عشایر شیعه و سنی مهمترین نقش را در بسیج مردم ایفا می کنند. این جلسه به